سلام به ویژه برنامه کرونا از تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. افزایش شمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان و هشدار از فاجعه انسانی. اما تنها صدها مریض روزانه میباشد خانه مختلف. اگر اقدامات جدی صورت نگیرد فاجعه بار میباشد. خواست ها برای عملی سازی قیودات روزگردی در هرات. متاسفانه همکاری مردم با نیروهای امنیتی کمتر بوده و این میطلبه که در وضعیت کنونی که هرات خواستگاه ویروس کرونا هست و میبینیم که قضایایی که در هرات هست نسبت به هر ولایت افغانستان بیشتر هست. اهمیت دستگاه تنفس برای بیماران کووید 19 و شمار اندک این دستگاه ها در کشور. اکثرا مریضای کووید 19 اعراض و علائم تنفسی دارند. اونایی که شکل متوسط و شدید است اکثرا زجرت تنفسی، عدم کفایت تنفسی، نفس تنگی شدید و بالاخره حالت است که از او بیشتر شدیدتر است. و ثبت بیشترین شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک روز در امریکا. در اول گزارش درباره افزایش شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان ببینید و هشدار وزارت صحت عامه از فاجعه انسانی. با گذشت هر روز بر شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان افزوده می شود. وزارت صحت عامه با نگرانی از گسترش این ویروس و بی‌پروایی های شهروندان در برابر این ویروس بار دیگر از احتمال یک فاجعه انسانی در کشور هشدار می دهد. اما تنهایم صدها مریض روزانه می باشد خانه مختلف. اگر اقدامات جدی صورت نگیره فاجعه بار می باشد. بارها گفتیم. بنابراین امیدوار هستم که دقیق فکر بکنین، علمی فکر بکنین. از سوی هم یک مرد 53 ساله که مصاب به بیماری کووید 19 بود در بلخ جان باخت. با این رویداد شمار کسانی که در نتیجه ویروس کرونا در کشور جان باختند به 15 تن رسید. همزمان با این پس از جان باختن یک پزشک شفاخانه امیری در کابل، وزارت صحت عامه از مبتلا شدن 6.22% پزشکان و کارمندان این شفاخانه به بیماری کووید 19 خبر میدهد. الا تکمیل معاینات مسئولین و سایر پرسنل صحی اداری و خدماتی شفاخانه، تمام فعالیت های شفاخانه متوقف و از عرضه خدمات صحی جدا جلوگیری کردند. بعض شفاخانه که اعلان بسیار زیاد می دادن، اونا ماشین PCR هم نداشتن و استاف یا پرسنل ترن شده هم نداشتن. به روز سه‌شنبه منابع به تولو نیوز گفتند که یک مقام پلیس ترافیک کابل به ویروس کرونا مبتلا شده است و به علت خودداری از بستر شدن اعضای خانواده او نیز گرفتار بیماری کووید 19 شدند. تحلیلی که ما داریم به روزهای دشوار روان هستیم و در این روزهای دشوار جز همکاری نزدیک مردم و همه سکتورها که این موضوع را نهایت جدی بگیرن. در پروسه با مشکلات روبرو خواهد شدیم و راه های حلش هم داریم. وزارت صحت عامه ان شاء الله توانمندی را دارد که به خاطر مردم خود خدمات خوبتر و مثمر را عرضه کند. ظاهرا با جدی تر شدن ویروس کرونا در کشور نیازهای افغانستان به امکانات بیشتر می شود. هرچند روز سه‌شنبه ایراد به کمبود کیت ها و لوازم آزمایش کرونا روبرو شد، اما وزارت صحت عامه می گوید که تجهیزات و وسایل مورد نیاز به ایراد فرستاده شده اند. آقای دکتر عاشق خان سعادتی، رئیس خدمات تشخیصی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند. ولی در اول آمار مبتلایان، جان باختگان و بهبود یافتگان بیماری کووید 19 در افغانستان را با تفکیک ولایات خدمت بیننده ها تشریح میکنیم و پس از او گفتگوی با آقای سعادتی خواهیم داشت. شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان تا همین لحظه بر اساس گزارش وزارت صحت عامه به 444 رویداد مثبت رسیده که از ولایت هرات شروع میکنیم. ولایت هرات که بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا را داره، 257 رویداد مثبت در ولایت هرات تا همین لحظه ثبت شده. جان باخته ها 4 و بهبود یافتگان 13 تن. ولایت کابل پایتخت افغانستان رویدادهای مثبت 85 تا همین لحظه و از میان 85 تن
سه تن جان باختم متاسفانه در کابل و دو تن بهبود پیدا کردم. ولایت بعدی فرا هست با 6 رویداد مثبت. شمار جان باخته ها در ولایت خوشبختانه 0 هست و 2 تن در ولایت فرا تا همین لحظه بهبود پیدا کردند. ولایت بعدی سمنگان هست. در ولایت سمنگان شمار رویدادهای مثبت 6 هست. خوشبختانه کسی در ولایت سمنگان از اثر بیماری جان نباخته تا حال و 3 تن بهبود پیدا کرده. ولایت بعدی نیمروز هست. رویدادهای مثبت در نیمروز 9 رویداد، 1 تن از ایمیان بهبود پیدا کرده و خوشبختانه کسی از اثر بیماری کووید 19 در نیمروز جان نباخته. ولایت لوگر شمار رویدادهای مثبت در لوگر 5 رویداد هست. از این میان 2 تن بهبود پیدا کرده و کسی در ولایت لوگر از اثر این بیماری جان نباخته. ولایت بلخ شمار رویدادهای مثبت 11، از میان 11 تن متاسفانه 3 تن جان باخته و 2 تن دیگر درمان شده. ولایت بعدی زابل هست با 3 رویداد مثبت که از این میان 2 تن بهبود پیدا کرده و همونطور کسی خوشبختانه جان نباخته. ولایت بعدی غزنی هست. شمار رویدادهای مثبت در غزنی 6 هست که از این شمار کسی تا حال بهبود پیدا نکرده و خوشبختانه کسی جان خود را هم از اثر این بیماری از دست نداده. ولایت بدخشان 1 رویداد مثبت داره که این فرد زیر درمان هست ولی تا حال بهبود نیافته. ولایت بعدی کندهار هست با 23 رویداد مثبت که از این میان 1 تن بهبود پیدا کرده و خوشبختانه کسی جان نباخته. ولایت بعدی ننگرهار هست با 4 رویداد مثبت، 1 تن از این میان بهبود پیدا کرده و 2 تن متاسفانه جان باخته. ولایت بعدی دایکندی هست با 4 رویداد مثبت که از میان این 4 تن 1 تن بهبود پیدا کرده و 1 تن متاسفانه جان باخته. ولایت کاپیسا 2 رویداد مثبت ویروس کرونا در کاپیسا ثبت شده، جان باخته خوشبختانه نداریم در کاپیسا و 1 تن بهبود پیدا کرده. در ولایت بادغیس شمار رویدادهای مثبت 1 هست که هنوز این فرد بهبود پیدا نکرده. ولایت سرپل رویدادهای مثبت 1، جان باختگان 0 و بهبود یافتگان هم 0. ولایت پکتیکا که شمار رویدادهای مثبت در پکتیکا 1 رویداد هست که متاسفانه تا حال بهبود پیدا نکرده و زیر درمان هست. ولایت بعدی بغلان هست با 4 رویداد مثبت که از میان این 4 تن کسی تا حال بهبود پیدا نکرده ولی خوشبختانه کسی هم جان نباخته و این 4 تن هم زیر درمان هستند. همونطور که گفتم شمار رویدادهای مجموعی، شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس کووید 19 در افغانستان به 444 رویداد رسید که رقم کلان این شمار در ولایت هرات هست. حدود 257 رویداد مثبت که همونطور گفتیم 4 تن از میان متاسفانه جان خود را در هرات از دست دادن. آقای دکتر سعادتی رئیس خدمات تشخیصی وزارت صحت عامه ما هستند. آقای سعادتی سلام به شما، بسیار خوش آمدید. تشکر، تشکر از دعوت شما و سلام به شما و بیننده های محترم شما. چرا دیروز هرات کیت تشخیصی نداشت؟ بسیار زیاد تشکر. کیت های تشخیصی که ما قبلا داشتیم
کد تشخیصی داشتن و دارن. چیزی که کم بود کده بود چون معاینات پی سی آر یک تنها با کد و ماشین نیست و مواد مصرفی متممه داره که به نام کد که آرینه را جدا می سازه اونا تمام شده بود که امروز صبح وقت ما ارسال کردیم برشان. پیشبین نبوده از ابتدا؟ خب ما به این تعداد مریضا حتی پیشبین نبودیم در افغانستان چون تجربه چین که ما داشتیم اونا تمام همشهریان ما را در چین تحت قرنطین قرار دادن و ما آماده نبودیم، ما آماده بودیم که چه اهتماماتی بگیریم و به این اندازه که از ایران که شیوع میکنه و به تعداد زیادی از هموطنان ما به افغانستان برگشت میکنه این موضوعاتی بود که دفعتاً تعداد زیاد شد. چرا پیشبین نبودن؟ در خب میدانم که وزارت صحت عامه یک روزی آمد گفت که اگر مردم احتیاط نکنن یک شمار کلان به بیماری کووید 19 مبتلا میشن، حدود 26 میلیون تن. درست؟ و از جانب دیگر ما میبینیم که حدود 1,400,000 تن بیشتر از او در جهان مبتلا شده، پس وضعیت بسیار جدی است. آیا دلیل شده میتونه که پیشبین نبودیم که تارنه خلاص شد و ما دیرتر فرستادیم؟ در زمانی که وقت طلا است، اگه مریضا وقت بگذرانن خب عفونت ریه زیاد میشه، میتونن به احتیاطی کنن، ناقل باشن، اینا رو هم پیشبین هستین یا نیست؟ ما امیال هم بسیار افتخارات را به وجود آوردیم. شما در جریان هستین که همچون معاینات در لابراتوارهای پیشرفته جهان که در 3 لابراتوار است، که یکی در هالند است، یکی در هانگ کانگ است و سی دی سی امریکا است، این نظر به لیول لابراتوار است که در بی سی ال 3 و بی سی ال 4 می شد. وقتی که به افغانستان ویروس شیوع کرد و مردم ما مبتلا شدند، سازمان صحی جهان چون لابراتوار ما در بی سی ال 2 هست و به 3 اپلای کردیم و سرتیفای سازمان سی جهان هستیم برای ویروس های دیگر خصوصا انفلوئنزا، اونا اجازه دادن که ما این معاینات بکنیم. وقتی که تا تشخیصی روان کردن ما در 3 روز توانستیم که کنترل مثبت و منفیش انجام بدیم و بعد از او قبول بکنیم واقعیت که ما این واقعیت معاینه بکنیم. تنها لابراتوار کابل بود، ولی بعد از او که ضرورت اشد به هرات بود و ولایت دیگه بود، چون ما قبلا لابراتوارای حوزوی داشتیم، ما در اونجا ماشینای پی سی آر داشتیم و استاف یا پرسنل ترند شده داشتیم، ما برای یک روز در یک روز ما تانستیم که کیتا را در اونجا متخصصین روان کنیم و به اونجا تشخیص بکنیم و بعد از اون ما به ننگرهار، بلخ، دیروز شما دیدین که در قندهار و قدم بعدی ما در پکتیا است. سعادتی، خب شاید مردم بگن افتخار نیست، راه جزی نداره، این جهان تعطیل شده، وضعیت اضطراری در جهان حاکم است. حالا آیا میشد که مثلا امشب شما می آمدین میگفتین که نه نداریم، در هیچ جای نیست؟ خب این نیست دیگه، همه دنیا دارن، حتی کشورهای نظیر امریکا حالا میان فناوری را به لحاظ طبی اونا آمدن ساختن که در 15 دقیقه نشان بده. یعنی چیزی است که باید داشته باشین. حالا مسئله ای است که چرا باید مثلا یک ولایتی که لابراتوار تشخیصیت داره کیت تمام میشه، کمبود میشه، کیت آر ان ای مثلا تمام میشه، چرا هم تو هست؟ کیتای جدا کردن آر ان ای کیتای است که در بازار داخلی افغانستان پیدا نمیشه و تنها سازمان سی جهان و یون دی پی او تعداد کشورهایی که سرتیفای هستند پیش از اونا می باشند، از طریق از اونا خریداری میشن که از بازار آزاد اونا خریداری نمی کنند تا که اونا استانداردار پوره نکنه. به این خاطر کتایی که کم شد و به زودترین فرصت هم رسید به افغانستان ما توانستیم. در مورد چیزی که 15 دقیقه و 10 دقیقه شما میگه نو استرپ است که سی دی سی امریکا، سازمان سی جهان تا بالی او را تایید نکرده که یک موضوعش دیروز ما شما در شفاخانه امیری دیدیم که استرپ منفی نشان داده بود ولی معاینات پی سی آر ما مثبت نشان داده بود. تا که تاییدی سازمان سی جهان و سی دی سی امریکا نباشه هیچ که تیره ما نمیتونیم که مورد استفاده قرار بدیم. خب مجموعاً به چه تعداد کیت داریم فعلا؟ ما کیت تشخیصی بالاتر از 50,000 داریم. درست. و فعلا برای 25,000 مریض کیت جدا کردن آرنی را ما به دست آوردیم که معاینات شروع کردیم. یعنی هنوز 25,000 کمبود دارن کیت آرنی.
چون آره نه خو یک کیتش برای 250 بعضشان برای 300 مایده می باشه درست که پس کمبود ندارین بیشتر هم هست از مقدار بله و دیگه ای که تدارکات خود وزارت صحت ما در این قسمت ما لیست به خاطر 3 ماه 6 ماه خود برشان روان کردیم او هم تحت پروسس است که در قریب ما خریداری بکنیم آقای سعادت یک موضوع دیگر هم از شما میپرسم چرا بحث خب هویت بیماران یک مسئله جداگانه است ولی حداقل امیر مشخص نمیسازه وزارت صحت عامه که در اینی ساحش مار بیمارا اینی تعداد هست اینجا باید تدابیر جدیدتر شوه اینجا نشه یک شمار میگه که این مسئله را شما تبدیل به تابو کردین تبدیل به شرم ساختین مثلا ما میدانیم که نخست وزیر بریتانیا کرونا داره ما میدانیم معاون رئیس جمهور ایران مصاب شده ولی در افغانستان هم اطلاعات نیست نمیدانه مردم همه در سردرگمی است وقتی خبر میشه که یک همسایش مثلا وزارت صحت آمده با دو تا امبولانس را میبرن چرا وضعیت همین رقم است یک شمار میگن که همی که مردم قرنطینه جدی نمیگیرن فکر میکنن که کرونا از ما دور است در حالی که ممکن است که در بغل دستیش همسایش نمیدانم دکاندار یا کس دیگه مصاب باشه چرا امیر شما پنهان نگاه میکنه؟ تشکر وزارت صحت عامه تا به حال یک واقعه را پنهان نگاه نکرده اولین باری که 3 واقعه را ما دریافت کردیم که مثبت است فرداش ما اعلان کردیم البته بس ما این نیست که شمار را پنهان میکنین شمار را شما دقیق میگین که 444 است این فعلا منظور ما این است که چرا نمیگین مثلا اینی فرد اینی ساحه مصاب شده مردم متوجه باشه از خانه تان بیرون نشین همین مسئله خب بسیار جدی است بله ما اعلام کردیم فعلا در 25 ولایت کشور خود ما مصابین ویروس کرونا را داریم و اگر ما فعلا کابل بگیریم در تمام نقاط کابل ما مریضای مبتلا به ویروس کرونا را داریم بنان ما نمیتونیم که یک منطقه را در شهر کابل یا در ولایت ما متهم قرار بدیم که به اینجا از کسی نره فعلا در تمام کابل ما واقعیش داریم در پلی از اون چیزی که ما برای مردم میگیم آگاهی آما برشان میتیم او ایسته که باید قرنطین باشد و جدا مراد بکند به خاطر از اینکه ویروس کرونا یک ویروسی که از طرق تنفسی بسیار به سرعت انتقال میکنه خصوصا کسایی که سن بلند دارن و امراض متمم دارن اونا معرض به خطر بسیار زیاد میشن اینی موضوعات است ولی ما تمام ولایت ارقام شده داریم که در کدام ولایت ما چند واقع داریم درست همین مسئله رو ما میخوایم تکرار کنم مثلا شما با تفکیک ولایات بسیار منظم همیره شریک میکنین یک پیشنهاد مردم که نوشته بودند در جای مختلف همی است با تفکیک مناطق هم اگر شریک کنن بی باعث از این میشه که مردم قرنطین را جدی بگیرن محدودیت منظورم از قیود رفت و برگشت را جدی بگیرن بدانن که کرونا دور نیست این ویروس میتونه هر لحظه یک فرد را مصاب بسازه امیر شما در نظر دارین یا ندارین با تفکیک مناطق ما عملا کار کردیم تیمای سرویلانس ما در تمام افغانستان فعال است حتی اشخاص جدیدی را جذب کردن تریننگ دادن و وزیر صحت عامه هدایت داد کسایی که در پولیو کار میکنن اونا هم همکاری بکنن در تمام قرا و قصبات ما حال مردم میفهمه اگر سواد دارن اگر سواد ندارن که کرونا چی نوع مرض است آگاهی ما برای همشان داده شده هم از طریق میدیا هم از طریق مخابرات هم از طریق رادیو و هم از طریق پرسنل ما دیروز ما پریروز ما در وزارت صحت عامه کارمندان جامعه مدنی را دیدم که آمده بودن از ولسوالی‌های بسیار دوردست کشور ما که پیام ها را گرفتن گفت ما خود ما انتقال میدیم مردم در این قسمت همکار است ولی ما میخوایم که مردم ما در قسمت مراعات کردن قرنطین هم همکار باشند آقای سعادتی در بحث درمان بیماران خوشبختانه 31 تن تا حال در افغانستان هم تو آمارایی که شما میتن بهبود پیدا کردن درمان شدن چطور همین بیمارا را درمان میکنن همین روند چگونه است اول خود شما خبر دارین که تداوی اختصاصی و تخصصی کرونا وجود نداره نه واکسینش موجود هست موضوع اساسی که است با اساس رهنمودهای سازمان سی جهان در قسمت تحقیق که شده سر مریضایی که ادویه استعمال شده و اذیتشان بهبود پیدا کرده از اون استفاده میکنیم و چیزی که بسیار مهم است مریض ما باید از ساحه
از اجتماع دورتر بسازیم، قرنطین بکنیم. این موضوع بسیار مهم است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تعداد یا حجم خود ویروس که غلبه میکنه او را باید کم بسازیم و امراض متممی که اونا را تداوی میکنه تا بال ما تداوی عرضی میکنیم. درست. به این دلیل میپرسم که در همیشه شفاخانه افغان ژاپن یک ویدیوی منتشر شد که ما رو با همکارای شما در یکی از بحث ها مطرح ساختم، خانمی رو نشان میداد که در حویلی شفاخانه افغان ژاپن فریاد میزد، کسی متوجه نمیشد. پیرزن حالا به تازگی ویدیوش منتشر شده که فامیلش فریاد میزنه که چرا هیچ کس نیست در این شفاخانه. نظارت شما چه رقم است؟ چی میگذره در شفاخانه افغان ژاپن؟ سایر شفاخانه‌هایی که برای تجرید و درمان بیماران کووید 19 نظر گرفته شده چی میگذره در اونجا؟ ما نظارت‌های متعدده داریم. ریاست نظارت ارزیابی یک نظارت خود داره، تیب شفاخانه مرکز نظارت دیگه خود داره. ولی یک موضوع را ما شما باید مد نظر بگیریم. تعداد هموطنان ما هر کسی که عراض علائم مشابه پیدا میکنه، چون امراض موسمی هم وجود داره، تمامشان خواهش میکنه که برای مرض کرونا یا تست شوند، ولی تا که تاریخچه نداشته باشند، تا که تماس با مریض کرونا نداشته باشند، ما اکثرا اونا را در قرنطینه خانگی تشویق میکنیم. اکثر یک تعداد هموطنان ما میگویند که ما را برای کرونا معاینه بکنید، در غیر از با پوزش ما پیش شما گفتین تا که تماس با بیمار کووید 19 نداشته باشن یا تا که تاریخچه نداشته باشن. چی بدانیم که یک بیمار مثلا کرونا داشته، مبتلا به بیماری کووید 19 داشته و ما با او بوده و ما با او مثلا تماس نداشته؟ همین چطور بفهمیم در شرایطی که یک شمار کلان خود وزارت صحت هم میگه که مبتلا شدن در افغانستان اینا علائم نداشتن؟ چی بفهمیم؟ بسیار گپ خوب است. هر شهروند ما که به شفاخانه ما مراکز صحی ما مراجعه میکنن، ما اونا را معاینه میکنیم، انفراریت هست، تبشان رو میبینیم. یکی از علائم برجسته‌ای که از تب بسیار بالاست برای مرض کرونا، وقتی که علائم نمی داشته باشه ما نمبر تلفن با ایشان شریک می سازیم و اونا وقتی که علائم پیدا میکنن تماس میگیرد. ولی گپ شما کاملا دقیق است که ویروس کرونا در طبقه جوان، در اطفال سیر داشته که هیچ عراض علائمی نداده، ولی ما مکلفیت ماست که هر کسی که مراجعه میکنه ما باید اونا را معاینه بکنیم و هدایت لازم برشان بکنیم. مشکلی است که معاینه شما فقط معاینه تب است، همونطور که خود شما گفتین، درست؟ مطلقا چیزی که تشخیص میکنه تنها معاینه پی سی آر است که دقیق تشخیص میکنه. درست. و عراض علائم متممیش اینو میدونیم، ولی یک کسی که می مراجعه میکنه شما تبش هم میبینین، میگین برو خانه قرنطین کن خود را، اگر علائم پیدا کردی بیا. همین دیگه فکر نمیکنین به اصطلاح تاریخ مصرفش گذشته در جهان، جهان حالا میداند، تحقیق منتشر میشه که یک شمار کلان کسایی که مصاب شدن، یک تحقیق را که ما با همکارایتان شریک کردم، بالاتر از 50% کسانی که مصاب به بیماری کووید 19 بودن تب نداشتن، درست است؟ ولی شما یک تب یک فرد را میبینین میگین برو نداری. نه خیر، نه، با هر کسی که مراجعه میکنه مصاحبه صورت میگیره، ما مشاهده مریض میگیره و این نیست که ما با انفراریت دید. انفراریت ما اکثرا از سرحداتی که عبور میکنه میبینیم و وقتی که به مرکز صحی ما مراجعه میکنه ما از اونا مصاحبه میگیریم، ما تمام تاریخچه‌اش رو میگیریم، همراهشان صحبت میکنیم، بعد از او برشان ما توصیه لازم میدیم. بسیار خوب. بالاتر از 40 تن دکترانی که مصاب شدن به بیماری کووید 19 در افغانستان، در هرات، درست است؟ مقصر عمی کی است؟ کی بی‌توجهی کرده؟ خب در اینجا موضوع بی‌توجهی مورد بحث قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه قبل ما شما بحث کردیم کسی که عراض علائم نداره امکان داره که انتشار بده. و موضوع دومی که شما لباس ایمنی دارن، دکترای شما باید داشته باشن، دستکش باید داشته باشن، بله، نامجهز باشن. یک موضوع که همیشه انتقاد میشه موضوع پی پی کیت است. و پی پی کیت باید تمام پرسنل صحی نداشته باشه. او تعداد از پرسنلی که در لابراتوار کار میکنن با ویروس مستقیما در تماس هستند و او تعدادی که با مریضی که تشخیص شده باشه
و به خاطر تداویشان اونا باید داشته باشند. در غیر از او یک ماسک کفایت میکنه، میتونه که با خب دیده نکرد دیگه، کفایت نکرده. 41 تن دکترها به یک شمار کم است، ممکن است جان خودم عزیز بتن. خب برای ما کارمندان صحی در حق اولویت قرار داره که ما باید نگران از صحتشان مواظب باشیم و هستیم. موضوع اساسی ای هست، موضوع اساسی است که ما قبل از اینکه به افغانستان کرونا شیوش پیدا شود، ما پلانای قوی داشتیم که برای همشان تریننگ دادیم، حتی در قسمت تماس، در قسمت پوشیدن پی پی کیت، در قسمت گرفتن سمپل، تمام تریننگ ها برشان داده شده. و بعضی حالات تنها در افغانستان است، در کل دنیا است که دکتر صاحبای ما مصاب میشه به این مرض، به خاطر از اینکه اونا در خط اول و در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارن. قبلا هم گفتیم که سیر بسیار سریع داره. ولی در کدام کشور اگر شما نمونه دارین میشه شریک بسازین که 444 تن مصاب شده باشه، از این شمار 41 تنش دکترها باشن؟ همین دیگه سابقه نداره، شاید دو نفر، سه نفر، پنج نفر دکتر باشه، ولی این رقم فاجعه نیست؟ خب یک تعداد ارقام عملا شریک نمیشه، او تعدادی که وفیات داشتن شریک میکنن و یک تعداد سیرشان بسیار وخیم نیست، سیر بسیار سطحی داره و این موضوع هم تحت تحقیق وزارت صحت عام است که ما این را پیگیری میکنیم. بسیار تشکر. بسیار کوتاه آقای سعادتی، توصیه تازه و نو وزارت صحت چی است به مردم، چی کنن مردم؟ خب ما همیشه گفتیم که پیام بسیار ارزان اویسته که باید دستای خود را 15 ثانیه تا 20-30 بار بشویند، مسافه را مراعات کنند و در اجتماعات اشتراک نکنند. بسیار تشکر آقای دکتر عاشق خان سعادتی، رئیس خدمات تشخیصی وزارت صحت عام. بسیار تشکر. ادامه برنامه را پس از وقفه ببینید. به ادامه برنامه خوش آمدید. در اول مروری می داشته باشیم به تازه ترین آمار مبتلایان، جان باختگان و بهبود یافتگان بیماری کووید 19 در جهان و پس از او با دکتر نوروز حقمل صحبت خواهیم کرد در رابطه با آخرین پیشرفت ها در باره راه درمان و واکسین ای بیماری، ای ویروس و ای که چه کارهای صورت گرفته در دنیا، تجربه جهان چی است. آماری که دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز متا تا همین لحظه 1,450,343 تن به بیماری کووید 19 در کشورهای متفاوت و مختلف جهان مصاب شدن که بیشترین رقم مبتلایان را ایالات متحده داره با شمار مبتلایان 399,979 تن. پس از او کشور اسپانیا با 146,690 مبتلا به بیماری کووید 19، پس از او ایتالیا با 135,586 مبتلا به بیماری کووید 19 و کشور بعدی فرانسه با 110,070 بیمار و پس از او آلمان با 109,329 بیمار. پس از آلمان کشور چین هست که 82,809 بیمار کووید 19 داره. زمان چین در صدر این کشورها بود ولی حالا شمار مبتلایان به مراتب کمتر از کشورهای دیگر از جمله امریکا هست. پس از کشور چین ایران هست که 64,586 بیمار داره مبتلا به بیماری کووید 19، همسایه غربی افغانستان. و اگر افغانستان هم نکات مهمی که از سوی WHO و وزارت مسئول وزارت صحت عامه مطرح شده را رعایت نکنند، مردم افغانستان بعید نیست که وضعیت ما بدتر از امروز باشه و شمار مبتلایان زیاد. پس از ایران کشور بریتانیا هست. بریتانیا
55,957 بیمار کووید 19 داره، پس از بریتانیا کشور ترکیه هست با 34,109 بیمار، پس از کشور ترکیه بلژیم با 23,403 بیمار، کشور بعدی سویزرلند یا سوئیس هست که 22,789 بیمار داره، نیدرلند یا هلند تا همین لحظه 20,678 بیمار کووید 19 داره، پس از او هم کشور کانادا هست با 17,897 بیمار و همونطور کشورهای بعدی برزیل، پرتغال، اتریش و کشورهای دیگه. و حالا شمار جان باختگان از سر این بیماری را میبینیم، تا همین لحظه 83,568 تن در سراسر جهان از سر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادن که تنها 17,000 ای عدد ای رقم 17,127 تن در ایتالیا هستند، 14,555 تن در اسپانیا، 10,328 تن در کشور فرانسه، 6,159 تن در بریتانیا جان خود از سر بیماری از دست دادن و 4,009 تن تنها در نیویورک در ایالات متحده آمریکا جان خود را از سر ای بیماری از دست دادن. در ایران 3,993 تن، یعنی نزدیک به 4,000 تن در ایران آمارای رسمی نشان می دهد که جان خود را از دست دادن. در ایالت هوبی چین که مرکز ایالت هوبی ووهان هست، جایی که برای اولین بار ای بیماری شیوع پیدا کرد، 3,213 تن تا همین لحظه جان خود را از دست داده. در هلند 2,248 تن جان خود را از سر بیماری کووید 19 از دست داده. کشور بلژیم 2,240 قربانی داره. کشور آلمان یا جرمنی 2,096 تن قربانی داره. در سویزرلند یا سوئیس 858 تن جان خود از سر بیماری کووید 19 از دست دادن. در ترکیه 725 تن جان خود را از دست داده از سر این بیماری و در برزیل 699 تن، در سویدن هم 687 تن و این رقم کشورهای دیگه هم که بیماران جان خود را در اونجاها از دست دادن. شمار بهبود یافتگان اما یک رقم بزرگتر هست، تا همین لحظه 308,617 تن بهبود پیدا کردند، درمان شدند در سراسر جهان کشورهای مختلف که با بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم میکنند. در صدر این کشورها چین هست. شمار بهبود یافتگان در چین 77,567 تن هست که بهبود پیدا کردن در کشور چین. در اسپانیا 48,021 تن بهبود پیدا کردن. در آلمان 36,081 تن بهبود پیدا کرده. در ایران 27,039 تن درمان شده بهبود پیدا کرده. در ایتالیا 24,392 تن درمان شدن. در ایالات متحده 22,539 تن درمان شده. در فرانسه 19,523 تن درمان شده و در سوئیس 8,704 تن بهبود پیدا کرده. در کوریای جنوبی 6,776 تن بهبود پیدا کرده. در بلژیم 4,681 تن. در اتریش 4,512 تن درمان شده. در کانادا هم 4,047 تن و همطور در دنمارک 1,726 تن درمان شده. در ترکیه 1,582 تن درمان شده. در مالزیا 1,487 تن.
در پرو 1301 تن درمان شده، در شیلی 1115 تن و همونطور کشورهای دیگه هم هست که شماره از بیماران در اونجاها درمان شدن. و حالا یک گزارش ببینیم در رابطه با شیوع گسترده بیماری در امریکا و شمار قربانیان این بیماری در 24 ساعت گذشته در این کشور. ایالات متحده امریکا که با داشتن بیش از 400 هزار مبتلا به بیماری کووید 19 بلندترین آمار مبتلایان را به ویروس کرونا در جهان دارد، میگوید که در 24 ساعت 1800 بیمار کووید 19 در این کشور جان باختند. رقم جان باختگان امریکا در یک روز بی پیشین است. همزمان با این برخی از فروشندگان در کالیفرنیای امریکا میگویند که پس از شیوع ویروس کرونا کاروبار آنان کم رنگ شده است. کاروبار و فروش های ما با رستوران ها کاهش یافتند. تمامی عمده فروشان خریداریشان را متوقف ساختند. ما هیچ مشتری نداریم. اما شهر ووهان چین که خواستگاه ویروس کرونا بود، پس از 11 هفته به حالت عادیش برگشته است. رفت آمد مردم، قطارهای مسافربری و پروازهای هواپیماها به این شهر دوباره آغاز شدند. ما اکنون در اوضاع خوبی به سر میبریم. هنگامی که به میدان هوایی داخل شدم، صدای موسیقی را شنیدم. این بسیار زیبا است، اما آنچه را که امروز به دست آورده ایم کار آسانی نبود. از سوی هم ترکمنستان که میگوید هیچ رویداد مثبت ویروس کرونا را ندارد، مراسم روز ملی بهداشت را با شرکت هزاران تن برگزار کرد. این مراسم با حضور قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و بیش از 7000 تن دیگر در اشقابات پایتخت این کشور برگزار شد. آقای دکتر اسدالله اسمت، رئیس شفاخانه انتانی در استودیو با ما هستند و با پرسش های برنامه و پرسش های شما پاسخ خواهند داد. و تا دقایق دیگر خانم فاطمه عزیز از کندوز هم به برنامه وصل خواهند شد. آقای حقمل تا فعلا به برنامه وصل نشدند. دکتر نوروز حقمل و با ایشان هم صحبت های خواهیم داشت. آقای اسمت، خوش آمدین به برنامه، سلام به شما. تشکر. من به نوبه خود خدمت شما، کارهای تکنیکی شما و مردم افغانستان سلام و احترام تقدیم میکنم. یک ویروس جهان را تعطیل کرده، حدود 1.5 میلیون تن تا حال مصاب شده در کشورهای مختلف جهان. آیا فاجعه انسانی در راه است؟ شرایطی که نه واکسین تا حال خبر از واکسین هم نیست، از دارو هم نیست، چی خواهد شد؟ بله، چون ویروس قسمی است که ای از خاندان خود کرونا است و تقریبا هفتم عضو همین خاندان است و طبعا نه تنها این ویروس، اگر ما شما تاریخچه کل دنیا را ببینیم، خصوصا اگر ساده ما یک گریپ ببینیم یا هم انفلونزا را ببینیم که در زمانه قبل انفلونزا تقریبا در حدود 500 میلیون در کل دنیا از بین برده و یا تلف کرده. طبعا در دنیا که در قدم اول یک مریضی که پیدا می شود و خصوصا او هم سببش ویروس باشه و تا وقتی که واکسین پیدا می شود یا واکسین جور می کنن و دوا را جور می کنن وزیگه پس که وافیت داره. مگر خوشبختانه یک چیزی را بگویم که در مجموع امی ویروس کرونا چون طرق و سرای تیزی از طریق باز و بسته و خصوصا از طریق قطرات و انسان به انسان و همچنان از طریق سطوع و از هر طریق انتقال میکنه، انتقالش به نهایت زیاد است. ما شما میبینیم با وجود زی که در دنیا یا در کل جهان انسان ها کوشش میکنن که خود از این ویروس نجات بتن، مگر باز هم میبینیم که یکی به دیگر انتقال میکنه و مصاب میشه. اما خوشبختانه وافیتش که میبینیم به اون مرحله نیست. این وافیات زی فعلا حتی در خود مملکت چین یا حکومت چین تقریبا وفیات زی خوبیسی ارکم بود، تیل 2-3% بود و او مردمی وفیات کنترل کرده بودن و چک کرده بودن، در کنترلشان بود. اما فعلا که امروز شما دیدم نشر کرده تقریبا در حدود 1,450,000 مصاب داریم و 83,000 تقریبا 560 چند که 500 بگیریم. اگر ما این را یک را تقسیم دیگه کنیم تقریبا
17% می شود در مجموع. درست. 17% می شود. کی یک اندازه تشویش آمیز است. یعنی مقدار زی نظر به چین واقعا زیاد است. اما ما علما یا طبیبا کوشش میکنن که در آینده بزی واکسین و دوا جور کنن و یگانه رای زی بجوز از زی که انسان ها وقایه کنه و خود حفظ کنه و به شکل قرنطین باشه و هر کس در خانه خود و یا در محلی که کاروبار میکنه به شکل خود قرنطین کنه که از این ویروس خود نجات بده. فکر کنم وفیات کم خوابوت و اگر بی تفاوتی کنیم و این ویروس دست کم بگیریم و خود وقایه نکنیم وزی که پس که در ضربمو سطح خود صحت هر مملکت و نظر به امکانات هر مملکت در وفیات هم می باشه. درست. ولی شما ببینین که توجه زیاد نیست، هنوز مردم اون طوری که باید رعایت نمی کنن. با امی وضعیت اولی که دلیل رعایت نکردن مردم به بار شما چی هست؟ وقتی پلیس در سر سرک استاد میشه و مانع یک فرد میشه، چرا فرد باید فکر کنه که به می کار فایده پلیس است؟ چرا فکر نمی کنه که به می کار فایده خودم است؟ من خود را حفاظت میکنم. امی آگاهی کسی به مردم نداده، مشکل چی است؟ سوال شما بسیار خوب سوال است. این چندین علت داره. علت اولش همیست فرموده شما که سطح آگاهی خوب بسیار زیاد داده شده، یعنی از طرف وزارت صحت عامه، از طرف علما و خصوصا تشکری میکنم از مطبوعات که صبح تا شام و خصوصا برنامه تلو نیوز و دیگه برنامه را ببینید، یعنی صبح تا شام یعنی هر روز آگاهی است. منتها یک تعداد مردم سطح آگاهیش در مجموع پایین است و یک تعداد مردم دیگه که یعنی فقیر هستن، با شما بهتر معلوم است که افغانستان و نه تنها افغانستان بلکه در کل دنیا انسان ها فقیر هستن و امو روزگارشان قسمی است که امو روز کار میکنن و شب را میخورن. اونا احساس زیرا میکنن که اگر کرونا نمیفهم که ما را خواه کشت یا نخواه کشت و در صورتی که ما به اولاد خود نفقه نبیاریم و کار نکنیم ممکن ازی. مگر ما به او دوستای خود و به او هم وطنای خود که امی پلیس قهرمان ما و امی ایره در نظر نمیگیرن و کوشش میکنن که در سرکا براین، در خیابان بین و در شار بین و خود مبتلا بسازن، به اونا یک چیزی میگم که یک مثل ایندیس، یعنی مردم های هند واقعیت گپ بگوی، کسایی که هند رفته و اونا دیدن، اونا هم مثل ما یک مقدار بسیار زیادش فقیر است. حتی در خانه ببینی که از یک تشناب به تعداد 10 نفر 15 نفر استفاده میکنن، اتاقشان هم مثل ماست. اوناست مگر موجا یک مطلب بسیار عام است و اونا میگن که ما با کرونا اجازه نمیتیم، مگر ما را گشنگی و تشنگی و غریبی و فقر ما را از بین ببره، ما میره قبول داریم، مگر ما با کرونا تن نمیتیم که ما را از بین ببره. دیگه این یک مطلب قسم شده که در سراسر هندوستان ببینی و منفوس بسیار زیاده که دارن، اما وفیاتش بسیار کم است. اونو مردم قرنطینه تقریبا در حدود 99.5% که هیچ ضرورت که بسیار ضرورت مبرم نباشه اونا از خانه خودم بیرون نمیبرن و امور مراد کردن. و خواهش ما و پیشنهاد با مردم افغانستان و با مردم مایی است که شرایط قرنطینه در نظر بگیرن. بجز از رای قرنطین ما دیگه هیچ نوع رای نجات نداریم که ایره به احساس کنیم که قرنطین نکنیم و در شارع بریم و قرنطین کردن همی قطع کردن خود زنجیر است. درست. به علاوه تدابیر و قایوی که به تکرار مطرح میشه، شستن دست ها، گپ های تازه در همین زمینه چی است برای بلند بردن معافیت بدن؟ چه شوه ویتامین سی؟ خب بارها گفته شده ویتامین دی مصرف شوه نشه، کسایی که توانایی دارن خوردن میوه ها چطور؟ ما امروز یک گزارش داشتیم که فردی که بهبود پیدا کرده در بلخ، او گفته که من میوه استفاده کردم زیاد، ولی متاسفانه افغانستان کشوری است که اگر حالا میوه بگیم شاید فردا قیمت او هم بالا بره و کسی هم کنترل نکنه. ما در قسمت دواها هم از شما خواد پرسیدم چه کنم مردمی که مثلا توانایی داره چه باید بکنه؟ میوه استفاده کنه، ویتامین دی زیاد بگیره، ویتامین سی بگیره، چی کنه؟ در مجموع باید چندین چیز در نظر بگیره. اول از ایست که فرموده شما باید میوه‌جاتی که ویتامین سی دارن اونا بخورن، به خاطر اینکه دفاعی عضویت یک کمی بالا بره. دوم غذای خود، یعنی در خوراک خود خصوصا سبزی پالک و چیزایی که اونا در ترکیب خود ویتامین سی دارن و سطح خود وجود دفاعی عضویت بالا میبره از استفاده کنن.
سومی است که اگر هیچ امکان نباشه در جایی که در خود اتاق هم میتونن کده که بگردن، یعنی گشت و پیادروی هم خود سیستم دفاعی عضویت بالا میبره. اگر در کسای را زندگیش خوب است و در خانه خود ماشین دوش دارن از اونها استفاده میکنن، و یا هم در چهار طرف خانه اویلی که اونا مسئول است میشه که اینا گشت گذار کنن که تا سیستم عضویت بدن زیاد بالا بروه. و همچنان امو بیادرهای ما که مصاب شدن میگن و وقت هم گپ است که در گایدلاین ما می نوشته شده زیادتر مایعات بگیرن، خصوصا مایعات گرم. و یک روش بسیار خوبه که در افغانستان و در بین افغان است، او همیشه چای نوشیجان میکنن، یا سبز باشه یا اینا چای نوشیجان میکنن. و اینطور در گایدلاین میگه که خود ویروس تقریبا مدت 48 ساعت در خود گلو و در قسمت بینی میباشه. اگر انسان ها از چای همیشه مثل که ما استفاده میکنیم این به طرف معده میره و مسیرش تغییر میکنه، از اینکه به طرف شش بره و بالاخره این از بین میره و سبب اعراض و علائم نمیشه. و ما فکر میکنیم یکی از علتهای امی خواد بود که شکر الحمدلله که تقریبا در حدود 1.5 ماه میشه که در افغانستان خصوصا اول کیسی که در دای جدید تقریبا در هرات بوده، از اون مرحله تا آنوز که 1.5 ماه میشه دای جدید خود چین بوده و در اینجا امی که در افغانستان شروع زیاد نداره و ای تقریبا کنترل است. یگانه علتش هم به نظر ما میست که انسان ها از چه استفاده میکنن و اگر در نزد کس باشه میشه که او توسط زو یا از بین بره و یا مسیرش تغییر کنه، چون در مجموع در صورتی که انسان ملوث است بیشتر نوشیدنی های گرم استفاده شده. درست. در باره ضد عفونی کننده من یک پرسش دارم، چون مردم زیاد پرسیدن ای است که یک شمار میگن اگر ضد عفونی کننده 70% الکل نداشته باشد در الکل طبی در ترکیب خود سودی نداره استفادهش، مسئله چطور است؟ و از جانب دیگه استفاده از دیتول یک شمار توصیه میکنن، باز یک شمار دیگه میگن دیتول فقط برای سوتو هست نه برای دست. ضد عفونی کننده تقریبا ما انواع و اقسام داریم، یک تنها مشخص بین نمی کنیم که ما میاندرپ یا سنتتایزر که پیش شما است از استفاده کنیم. ترکیب زی دو چیز است، گلیسرین است که خود ایتایل الکل، درست، و این تقریبا 98% گلیسرین داره و 2% ایتایل الکل که تیره ما 100% میگیم، درست. و اگر احیانا مقدار الکل زیاد شوه باز خود ویروس در سطح در جلد انسان از بین میره و به مدت ها اینجا میمانه. دیگه به او خاطر هم یک ترکیب زی است که کسایی که ایره جور میکنن ایره در نظر داشته باشن که مقدار الکل زیاد نباشه. ایتایل الکل هم گفته این میشه که یعنی الکل زیاد نباشه، نباشه بله، به مو طریقی که تقریبا 98% یا 98% خود گلیسرین و 2% هم ایتایل الکل میباشه، اما الکل که 70% گفتی همون میباشه. بهترین ضد عفونی کننده صابون است، درست، صابون است و میشه که صابون به هر وقت انسان ها استفاده کنه. احمد شاه از پروان تماس گرفتن، سوال دارن. سلام به شما خواهی احمد شاه، میشه سوالتان مطرح کن. صدای ما را دارین؟ دستفانه تماس آقای احمد شاه قطع شد تا که تماس اگر اجازه باشه راجب زود عفونی کننده میره ادامه بتیم. بفرمایید. بهترین عفونی کننده خود صابون است، درست. و صابون امکاناتش هم زیاد است و قیمتش هم کم است و در دسترسیم است، هر وقت ما میتونیم که از صابون استفاده کنیم. و حتی در گایدلاین ای را گفته که صرف یک مایع باشه، درست. حتی مایعی که در خانه مردم از به صفت ظرفشویی استفاده میکنن، اگر هیچ چیزی نداشته باشیم از او هم ما استفاده کنیم، همین ویروس ها از بین میبره و وقت در و دکتر ضد عفونی کننده سوتوه چطور از وایتک سالمین استفاده میکنه؟ ضد به خاطر سوتو فرمودی شما اصلا در گایدلاینی که گفته او را سودیم هایپوکلوراید است، درست. که او تقریبا 0.5% است که او را ما جور میکنیم و در دواپاشی و در سوتو و در سرکا و در میز در هر جایی که ضرورت باشه از او استفاده میکنیم در گایدلاین گفته. اگر احیانا او نباشه فرموده شما که دیتول هم باشه با سوتو ای هم ای را از بین میبره و وقدر فیصدیش کم است تاثیراتش، اما
کدام مشکلی نداره. درست. هیچ کی نباشه کلورین باشه 0.5% باشه. درست. تنها کلورین و از این هم میتونیم که ما استفاده درست. کنیم. درست. خبرهای منتشر شد در شبکه اجتماعی ما سوال از شما خود پرسیم درباره وایت تکس که عوارض داره. نوید از کابل وصل است. سلام به شما آقای نوید، سوالتان رو میشنویم. سلام بر شما و سلام بر جناب دایتخت. سوال من این است که ما از طریق میشه که امکارا صدا را بلندتر که ما بشنیم در خبرها گفت چند به مریضی کرونا مبتلا شد و این خبر بر شهروندان یک تشویش نگرانی ایجاد کرد. مثلا بعض از شهروندان از مریضی داره قلب داره اینا مراجعه می کنند بخاطر مریضی کرونا و میخواستم این نظر دکتر سابدایی باره داشته باشم که چی مشوره دارم. من نمیدونم سوال دوست ما چی بود، اگر امکارو برام تکرار بکنن یا ای که اگر صدای من رو دارین میشه سوالتان یک بار دیگه مطرح کنن. دکتر شما نشنیدین؟ نه از مطلب هم نگرفتم. خب بله، خب سوالشان ظاهرا نمی بوده که کسی که بیمار است چرا به شفاخانه مراجعه نمی کنه. بله. اگر تو یک بس است. خب توصیه همیست که مراجعه کنه دیگه. والا یک چیزی را بگم که من من حیث دکتر شما باور کنی به با من همه می تشویش است. چون شفاخانه از کلمه شفاخانه با معنی شفادهنده یا جمع مهمانخانه است. یعنی خود کلمه شفاخانه ای از کلمه مهمانخانه گرفته شده که کسی که میایه پیش شفاخانه اینا مهمان است پیش دکتر. ما تشویش ما به ایست به می بیادرهی که مریض هستن، شفاخانه بهترین چپرکت داره، توشک داره، تشناب جداگانه داره، سه وقت نان است. حتی با شما یک چیزی بگم که فعلا یک رژیم غذایی خاص به خاطر مریضای کرونا که تقریبا در حدود 300 افغانی میشه و ای از طرف جلال نواب جناب رئیس جمهور نظر به پیشنهاد وزارت صحت عامه امیر منظور کرده و خاص غذایی که یعنی در خانه ها پیدا نمیشه و تقریبا در 80-90% خانه دوجا در خدمتشان است، دکتر است، نرس است و تمام شرایط دوجا است. و من نمیفهمم که می انسان ها چرا با وجود ازی که حتی یک تعدادش کیس مثبت است میره در خانه میگه ما خود قرنطین میکنم و شرایط قرنطین اگر کسی در خانه داشته باشه خب بهترین گپ است، اگر نداشته باشه در اوج میره و فامیل خدا و بالاخره از او کل جامعه را مصاب میکنه. طوری که ما در شهر کابل دیدیم چند فامیل است که اونا خودشان رفته این در خانه خود و کل فامیل خدا رو دست ساخته. بله. دیگه به این پیشنهاد ما ای است که شما یک دفعه بیاید شفخانه و شفخانه خانه دوم شماست و بهترین جای همیست، شما باید تیجا بیاید و خدا بستر کنید. دخن دکتر سوالی که یک شمار پرسیدن امی است که استفاده از وایت تکس یا محلول سفید کننده برای زدوفونی کردن سطوح، یک شمار در شبکه اجتماعی نوشته بودن که ضرر داره، عارض جانبی داره، مشکلات تنفسی پیش میکنن، لطفا استفاده نکنین. استفاده شوه یا نشه؟ خب وایتکس عین قسمی همی گلیسرینه که بیشتر ترکیبش گفتم یه همی قسم است. این تقریبا 99% وایتکس است و 1% دیگه هم الکل است. این رقم یک ترکیب داره. اگر در صورتی که ما مقدار زیر تغییر بتیم خود وایتکس یک چیزی بوی است، یعنی بویش زیاد است و خود همی حنجره از طرف داخل سطح مخاط که داره این سبب تخریش میکنه و بالاخره این مشکلات ایجاد میکنه. در صورتی که به شکل درست این جور شوه و از این استفاده شوه، خصوصا در سطح از این استفاده شوه، این مشکلی نداره به نظر من. درست. بسیار تشکر دکتر. ما وقفه میگیریم، بعد از وقفه هم ادامه خواهیم داد. منتظر تماس های شهروندان هم هستیم، پرسش هایی که مطرح میکنن از دکتر صاحب ان شاء الله پاسخ دکتر صاحب خواهند داد. یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. خانم فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در مجلس نمایندگان با ما وصل است روی خط تلفن به گونه زنده از همین ولایت، ولایتی که تا حال 11 رویداد مشکوک داشته و از این میان 2 رویداد مثبت بوده. سلام به شما خانم عزیز. فعالیت های امروز مسئولان ولایتی در کندوز چی بود؟ خب ظاهرا شما هم حضور داشتین. بحث ضد عفونی کردن جاده ها. ها
سلام و ادب خدمت شما و خدمت تمام بینده های محترم شما. امیدوار هستم که همگی از این مصیبت نگران کننده کرونا در همان باشند. متاسفانه وضعیت در ولایت قندوز خیلی نگران کننده است و شما قسمی که در جریان هستین، ولایت قندوز در این اواخر از اثر جنگ هایی که وجود داشته بیشترین مهاجرین به کشورهای ایران و پاکستان داشته و همچنان در این اواخر به شکل سیلاسا هموطنهای عزیز ما از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشت میکنن و این خودش باعث شیوع بیشتر ویروس کرونا شده و تثبیت دو واقعه در این اواخر واقعا نگرانی های مردم بسیار زیاد ساخته و امکانات و تجهیزات لازمه به خاطر تشخیص و تثبیت واقعات مشکوک در اینجا متاسفانه به صورت کافی وجود ندارد. نیازهای جدی و اولیه مردم ما در ولایت قندوز به یک لابراتوار تشخیصی جهت تثبیت و تشخیص واقعات مشکوک ویروس کرونا است. متاسفانه ما تا هنوز او تو یک لابراتوار در ولایت قندوز که مرکز زون شمال شرق است، اگر یک لابراتوار جهت تشخیص و تثبیت کرونا ویروس در این ولایت وجود داشته باشه، میتونه که مشکلات ولایت های بدخشان، تخار، بغلان و دیگه ولایت های همجوار در اینجا حل شود. خانم عزیز، وزارت صحت عامه چی میگه در این رابطه؟ در برنامه دارن که کدام لابراتوار تشخیص بسازن یا نه؟ تا هنوز میگن که نه، تا هنوز کدام پیشنهاد دادن، اما تا هنوز این لابراتوار فعال ساختن نتانستن و تمام واقعاتی که مشکوک هستن سمپل گیری میشه و به ولایت کابل فرستاده میشه. یعنی تا زمانی که این تثبیت میشه از ولایت کابل تشخیص میشه و پس فرستاده میشه، اشخاص مشکوک اکثرا در خانه هاشون میباشن. اینا بیشتر باعث میشن که محیط مصاب بسازن، ملوث بسازن و این خودش باعث شیوع بیشتر کرونا ویروس میشه. آیا حالا سمپل ها در بلخ فرستاده نمیشه؟ خب بلاز فاصله نزدیکتر است نسبت به کابل و قندوز و در اونجا افتتاح شده یک مرکز تشخیص. خب ما صحبت هایی را که با ریاست صحت عامه داشتیم در این مدت دو هفته که ما در ولایت قندوز هستم چندین جلسات با ایشان داشتیم با مسئولین صحت عامه. دیگه امکانات خیلی ضعیف است و فقط یک شفاخانه که قبلا اونجا شفاخانه دکتران بدون سرحد بود مربوط سینزر قندوز است، همین شفاخانه را برای کسانی که مشکوک هستند به کرونا ویروس در نظر گرفته شده، ولی تجهیزات بسیار ناچیز است. حتی بالونای اکسیژن و ماشینایی که برای مریض اکسیژن داده شده وجود نداره. یعنی امکانات خیلی ضعیف است و ما فکر میکنم که اگر وزارت صحت عامه توجه جدی و اقدام عاجل نکنن، ما فکر میکنم که وقوعات خیلی زیاد خواهد شد و مطمئن باشین که به مو شکلی که در ولایت های هرات و کابل شیوع مرض روز به روز زیاد شده را امکان داره که در تمام ولایت افغانستان خصوصا در ولایت قندوز که بیشترین مهاجرین به اینجا دوباره بازگشت میکنن، امکان داره که شیوع بیشتر مرض باعث شود. خانم عزیز، ظاهرا امروز روز دوم و از محدودیت بود بر رفت آمد در قندوز، چقدر رعایت میشه از طرف مردم؟ مردم آیا واقعا به این درک رسیدن که مسئله جدی است، باید جدی بگیرن، مهم هست؟ خب از چند روز میشه که تمام دکان ها و رستوران ها و سرای های داخل شهر کاملا مسدود شده از طرف شهرداری و از طرف دیگه ارگان های مسئول و همچنان در اینجا جامعه مدنی زیادتر فعالیت کردن و به همکاری عزیز بانک و دیگر نهادها شهر ضد عفونی دواپاشی کردن، ضد عفونی کردن، ولی به نظر ما کافی نیست. امیدوار هستیم که حکومت خودش دست به کار شود در این راستا. ما دیگه منتظر از این نشینیم که ببینیم کدام نهاد برای ما کمک میکنه. ضد عفونی ساختن او قدر مصارف گزاف نمیخواید، فقط دست به کار شوند و شهرها و تمام ولسوالی‌ها و قرا و قصبات باید ضد عفونی ساخته شود
به هر صورت مشکل جدی دیگه که در بین مردم است، چون مردم وقت قرنطینه میشن تعداد زیاد اشخاص افراد و فامیلی های هستن که روزمزد کار میکنن و مصارف خانواده خود یک لقمنان اولاد خود پیدا میکنن. به نظر من یک مشکل بسیار جدی است چون تعداد زیاد تقریبا به عنوان سوال آخر همین بحث مهم، آیا در برنامه هست از طرف مسئولان ولایتی که به مردم نادار و مردم فقیر همونطور که شما گفتین مردمی که روزمزد کار میکنن کمک شود؟ تا حال صورت گرفته کدام کمک نگرفته؟ خب این قسم که مثلا اشخاص افراد به اندازه توانمندی خود همکاری و کمک تا یک اندازه کردن، مثلا اگر ما یک چند خانواده را کمک کردم به خاطر از این باز تشویق شدن دیگه مردم هم یک تعداد مردم های دیگه هم کمک کردن، اما به نظر ما به کمک اشخاص افراد امکان نداره که خانواده های بیشتر ما کمک کنیم. ولی از طرف دولت تا حال صورت نگرفته یک چون کمک درست است؟ ما به این عقیده هستم که به این حساب باید دولت دست به کار شوند. همین کمک هایی را که پول هایی که به خاطر مبارزه با کرونا ویروس از کشورهای دیگه صورت میگیره، حداقل با فامیل هایی که روزمزد هستن بر از اونا معانه یک مقدار معاش حد اقلی 5,000 در نظر گرفته شود. وقتی اونا قرنطینه میشه همین پول برشان داده شده و از اونا خواهش شده که تا یک ماه باید از خانه خود بیرون نشود. بسیار شکر. ما وقتی با مردم با تماس شدم و از اونا خواهش کردم که شما باید قرنطین شوین، اونا گفتن که اگر ما قرنطین شوین خو از کرونا نجات پیدا میکنیم ولی گرسنگی ما و اولادای ما رو یک جای میشه چی تو میشه. بسیار تشکر خانم. این یک مشکل بسیار جدی است. بازم از تمام نهادهای کمک کننده و از اشخاص خیر و از تاجرهایی که در سراسر افغانستان هستن خواهش ما همی است که لطفا دینمی شرایط اساس بسیار مردم غریب و فقیر ما را بگیرم که واقعا وضعیت خیلی خراب است. بسیار تشکر خانم فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در مجلس نمایندگان و حالا آقای دکتر نوروز حقمل از بریتانیا روی خط سکایپ به گونه زنده با ما وصل هستند تا صحبت بکنیم در رابطه با آخرین پیشرفت ها. آقای حقمل سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. تازه ترین پیشرفت ها چی است در جهان در رابطه با واکسین و درمان این بیماری؟ بسیار تشکر. من به نوبه خود سلام و احترامات خدمت شما، کاران تکنیکی شما و بیننده نهایت گرامی تقدیم می کنم. بسیار مهم است که ما شما موضوع اپدیت دنیا را بکنیم که در دنیا در قسمت وقایه و حتی در قسمت تداوی کدام پیشرفت های صورت گرفته، در کدام کشورها ما شما توانستیم که مثال های موفق بیاریم. تا هنوز هم موضوع وقایه است. وقایه رای است که تمام کشورها خصوصا کشورهایی که به شکل بسیار درست و دقیق تطبیق کرده درجه موفقیت به او بالاتر است. کشورهایی که کمتر توجه کرده در اونجا متاسفانه درجه کامیابی بسیار پایین به نظر می رسد. و در قسمت واکسین تا هنوز کدام نتیجه خاص نرسید، از خاطر از اینکه موضوع انکشاف واکسین زمانگیر است و در قسمت تداوی از آن هم موضوع تحت تجربه است، یعنی تجارب مختلف صورت می گیرند. معلوم شد فهمیدش تا آخر که کدام ادویه دارای تاثیرات اعظمی و عوارض جانبی بسیار پایین بوده میتونه. این موضوع است. ولی در موضوع پالیسی کشورهایی که بسیار موفق است و حتی ویروس کرونا را مصاب شدن با امنی کووید 19 ای را به شکل یک فرصت حتی حساب کرده و در داخل سیستم خود ای را درک کرده که در کدام بخش یا ضعف داره و ضعفای خود اصلاح کرده، روز به روز سیستم سی از جا قوی شده میره. متاسفانه ما شما وقتی که در کشور خود میبینیم موضوع ما در لیول خود مانده. درست دارن تماس ما با آقای حقمل مشکل پیدا کرد. به محض اینکه مشکل رفع شود ما صحبت های بیشتر خواهیم داشت. آقای اسمت، یک بحث دیگه اخبار جعلی است که در جاهای مختلف در رابطه با این ویروس منتشر میشه. یک خبری که زیاد سر و صدا هم
داشت بحث عوارض است که این ویروس بر جا میگذاره. نوشته بودن که اگر کسی بیمار کووید 19 میشه و درمان میشه دوباره صحتیاب میشه، بعد از خوب شدن یک شمار عوارض باقی میمانه. او عوارض مطرح کرده بودن از میان رفتن حتی میل جنسی و امثال اینها، بحثای شبیه به این مطرح میکنن. آیا این خبر واقعیت داره، دیده شده، یعنی کسی چون گفته یا نگفته، و اگر نگفته با اخبار جعلی چه باید شود؟ چطور تفکیک کنیم که خبر درست است؟ این نزدیک وضعیتی که همه در قرنطین هست، فشار روانی هم میتونه باشه. در گایدلاین که ما در دسترس داریم و تانوز، چون به شما بهتر معلوم است که این ویروس و این مریضی جدید است و هر روزی که سپری میشه و در پاتولوژیزی تغییرات میاد. طور مثال اول بار این قسم گفته شده بود که تا تقریبا 27-28 درجه حرارتی که هوا گرم شوه از بین میروه. باز پس آنها قسم تغییر خورد که نه، تا 50 درجه هم این میمانه. همچنان خود دوره تفریخ زی تقریبا در روزه اول 2 بود، باز 7 روز شد، باز 14 روز شد. حالی در بازی کتاب ها حتی 21 روز هم میگه که دوره امی خفای زی میایه. به مو قسم کسانی که ایتور اخبار نشر میکنن، ما تا هنوز در گایدلاین ایتور چیزی را ندیدیم، چون شفاخانه ما شفاخانه امراض انتانی است و اکثر تمام امراض انتانی مربوط ما میشه و در این تا هنوز ایتور چیزی را در کتاب ما ندیدیم که بعد از اینکه کسای شفایاب میشه خدا نخواسته کدام معیوبیت میمانه. منتها یک چیزی را که بسیار ساده او هم از طریق کتاب نه، بلکه از طریق دان یک دکتر سب شنیدیم که تقریبا یک مدت یک همی در قسمت بوی کردن درست. یک بسیار یک خفیف او هم نه. و ایره ما نظر به می تجربه تبابت میگم، اگر انسان از یک ساده مریضی که خصوصا یک برد بگم در افغانستان، خصوصا در مناطق گرمسیل ملاریا بسیار شو داره، اگر کسی امی دوران ملاریا را سپری کنه و بعد از او پس دوباره شفایاب شوه، گنسیت یا گان بله، کسالات بله، مدت کوتاه مزیدان ای گپا میمانه بله. دیگه تا هنوز ای تو در کتاب چیزی نوشته نشده که بعد از این میشه. درست. کسی به نام احمد از خیرخانه کابل با ما وصل است، سوالشان را میشنویم. آقای احمد سلام به شما، بفرمایید. سلام به شما و به بینندگانتان. احمد هستم از خیرخانه به تماس شده. من که از دکتر صاحب سوال داشتم که این ویروس چقدر به سن رب داره، یعنی کدام سنین زیاد متاثر میشه از این ویروس. و سوال دوم این است که این ویروس کسی را که ویروس میگیره و بعد از این آیا بار دوم هم میگیره یا خیر؟ تشکر. فکر کنم اول سوالش این بود که سن خود بله. نظر سن بود. سن خو قید نکده که در کدام سن کی را میگیره کی را نمیگیره، منتها از نظر ای که به کدام انسان ها زیاده تر ضرر میرسانه، او افراد اشخاصی است که از سن 65 سال بالا باشه، با افراد اشخاص کهنسال و یا پیر و خصوصا نونهالان که زیر 2 سال عمر دارن و خانمای حامله، به خاطر اینکه سیستم دفاعی عضویت زیاد در زمان بارداری یا حاملگی کمی پایین می باشه با اونا، و خصوصا هموطنای ما که دیگه امراض متممه دارن، یا امراض کسی قلبی داره یا شکر داره یا جگر داره و یا قبلا سی او پی دی یا امراض خود شش دارن، سر اونا یکمک تاثیراتش زیاد است و با اونا نظر به انسانای جوان و سالم یکمک همی دوره که سپری میکنن موزر است با اونا. و سال دومشان این بود، کسی که مثلا بهبود پیدا میکنه آیا بدنش معافیت تولید کرده برای بر این ویروس یا نه؟ ایره هم چون تانوز در مو گایدلاین یا در کتابایی که نوشته شده در اونا 100% ایره نگفته، چون دیگه امراض انتانی که ما تجربه امراض انتانی داریم، خصوصا یک مرض بسیار خطرناکی که در افغانستان است و خصوصا از طرف بار می باشه به نام کانگو یا سی سی چف میگه، یک بار که تو مصاب بشی باز در مقابل زی معافیت پیدا میکنی، دیگه هیچ وقت تو دوباره مصاب نمیشی. و تمام امراض انتانی که خصوصا به شکل ویروسی است، یک بار اگر خودت مصاب شی و از این دوباره باز وجودت معافیت پیدا میکنه و دوباره مصاب نمیشه. لکن در قسمت کرونا ویروس تا
تانوز امی که واکسین زی جور نشده و ادوی زی جور نشده 100% هیچ کس حکم کده نمیتانه که دوباره مصاب میشه یا نمیشه درست. اما ایتر نشده که در امی کسایی که دوباره شفایا پیدا کرده در 300 چند هزار نفر دوباره شوه منتها به نظر به تجربه که ما کتی مریضه انتانی داریم بعضی مردمی تر میگه افراد اشخاصی که سالم هستند اما در یک محیطی که به نهایت زیاد اوجا مریض خود کرونا است و این یک قسمی است که ام خود ویروس مثل کاپی کاپی در وجود انسان می آید. تشکر. تشکر دکتر. وحید از کابل با ما وصل است. سلام آقای وحید سوالتان را میشنویم. سلام بر شما. سلام بر دکتر صاحب عزیز بر بیننده عزیز بر من. ما میخواستم سوال خلاص از جناب دکتر صاحب سوالی را کم سوال خود مطرح کنم اگر ما بیم ووهان که مرکز خود شیوع ویروس کرونا در نظر بگیریم با دیگر شهرهای چین از لحاظ از اینکه ووهان چین تانست ایره در خود شهر ووهان بسیار به درستی کنترل کنه شهر ووهان با شانگهای چین 629 کیلومتر مربع البته فاصله اش است اگر ما ایره یک جنگ بیولوژیکی بیم تصور کنیم چطوری امکان داره که از ووهان تا شانگهای این ویروس انتقال نمیکنه و از خود ووهان تا ایران که 6560 کیلومتری مسافه داره این میاد به اوج انتقال میکنه و به سراسر دنیا یک مسئله و مسئله دیگه ای که قرنطینه که ما در کابل در افغانستان وزارت صحت پیشگیری کرده چقدر علمی است با وجود که ما در افغانستان بسیار نواقص قرنطینه هم داره در صورت قرنطینه میتونه موفق باشه که افراد تحت قرنطینه قرار میگیرن بیان تست شوند اینا هم که آیا اینا سالم هستن یا ای که در قرنطینه هم اینا مشکلاتی داشتن و رمز موفقیت خود کشور چین در قبال از این ویروس بسیار به خوبی تانست کنترل کنه در مقابل کشورهای پیشرفته دنیا گویا امریکا درست. با اون همه تجهیزاتی که داشت سوالتان امروز بعد فاجعه بسیار بزرگ مبدل شده تشکر آقای وحید سوالتان گرفته شد دکتر سیب بفرمایید ارشد جان سه سوال کرد یکی انتقال ویروس گفت و انتقال ویروس قبلا که ما پیشتر اشاره کردم چون به خاطر ازی که از هر طریق انتقال میکنه و ما ایره گفته نمیتونیم طور مثال خود مملکت ایران محصلین خود آوردن بیان بهترین مثال ما افغانستان بتیم که کسایی که اول از قم آمد و باز از ایران آمد این ویروس اکتی خود مسافری جبا ما آوردن و دیگه بعد از او که از شکل مهاجرتی خلاص شد فعلا آله ویروس در افغانستان در هر قره و قصبات خصوصا 22 ولایتی که ما مصاب داریم در گردش است با مو انتقال میکنه دیگه سرایت انتقالش هم از طریق عدسس و هم از طریق سلفه است هم از طریق دست مستقیم است هم از طریق بوسه است و هم از طریق سوتوس از تمام طریقه انتقال میکنه و دوم سوالش در مورد قرنطین بوده چقدر علمی است بله قرنطین بوده قرنطین در دو مرحله است درست. یکی با انسانای سالم است و یکی با انسانایی است که اونا ملوث است با انسانای سالم دیگه رای نداره با جز از قرنطین و شکر الحمدلله در افغانستان فعلا که ما می حادثات را میبینیم به می پیمان است یگانه رای که امی قرنطین صورت گرفته می قسم است اگر ما فعلا قرنطین نمی داشتیم که خدا دانه این ارقام ما در کجا می رفت بسیار تشکر خواهی دکتر اسدالله اسمت رئیس شفاخانه انتانیم سو تشکر از اینکه آمدن به برنامه و در دقایق پایانی آقای صمد سکندری آگاه اقتصادی از سویدن با ما وصل است تا بسیار کوتاه روی تبعات اقتصادی وضعیت حاکم بر جهان صحبت کنیم و همطور تبعات اقتصادیش روی افغانستان آقای سکندری سلام به شما بسیار خوش آمده سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده های نازنین و خوب شما و یک سلام خاص تقدیم افسرهایی که از افغانستان دفاع میکنند و یک سلام خاص تقدیم دکترهای عزیزی که مصروف وظیفه خود است تشکر آقای سکندری کرونا ویروسی که جهان تعطیل کرده عملا میبینیم چه به سر اقتصاد آورده؟ خب متاسفانه با وجود از این ویروس یعنی یک ویروس است که نظیر ندارد در جهان و نظیر نداشته یعنی قبلا در تاریخ تکرار نبوده و ما تجربه از این ویروس نداریم به می گونه اقتصاد افغانستان نه تنها اقتصاد افغانستان بلکه اقتصاد تمام جهان ضربه دیده و این اقتصاد مربوط به این میشه که
قلت مواد خوراکی در بعض از کشورها آمده به شمول افغانستان، ارزش بهای خوراکی بلند رفته و همچنین چندین بخش مهم و اساسی داره که بالای اقتصاد تأثیر مستقیم داشته، عرضه بوده و تقاضا بوده. و از جمله عوامل در افغانستان اگر روی بحث افغانستان روی بحث قرار بدیم، پیش از اینکه بیایم روی افغانستان، آقای سکندری اگه موافق باشین من میخوام بپرسم که کدام کشورها از نظر اقتصادی آسیب پذیر هستند در شرایطی که به میان آمده؟ آیا کشورهای فقیر بیشتر آسیب پذیر هستند و توسعه نیافته یا کشورهای ثروتمند؟ سوال بسیار خوب. به هم معلوم است که وقتی که کشورهای ثروتمند با او ثروتی که دارند نمیتونن یعنی اقتصاد خود را در کنترل خود داشته باشند، باز چی برسد به کشورهایی که اقتصادشان ضعیف هستند و کشورهایی که رو به انکشاف هستند؟ یعنی زیادترین آسیب را کشورهایی ببینن که رو به انکشاف هستن و کشورهای فقیر هستن، زیادترین آسیب را این کشورها میبینن چون اقتصادشان ضعیف بوده و یا در رشد اقتصادی قرار داشتن و این معضل که ایجاد شده این ویروس که به بار آمده در جهان اقتصادشان را کاسته، یعنی از رشد هم مانده بلکه تقرب به صفر داده و تقرب به زیر صفر یعنی منفی داده. بنابراین ما گفته میتوانیم که یعنی کشورهای نه تنها کشورهای که رو به پیشرفت هستن یا فقیر هستن بلکه همه کشورهای جهان یعنی نرخ بیکاری بلند رفته، مواد تجارتی کمتر میاد و اگر از هر نگاه ببینیم از مسائل داخلی و یا مسائل بیرونیشان که ببینیم یعنی هر کشور صدمه درست. راهکار مبارزه مقابله با تبعات اقتصادی کرونا ویروس و وضعیتی که حاکم شده به جهان چی است؟ مثلا امریکا دیدیم که $2 تریلیون تصویب کرد برای مبارزه با تبعات اقتصادی این ویروس، چه باید شود؟ بسیار خوب. متاسفانه ما کشوری هستیم که رو به انکشاف هستیم و هنوز هم به کمک های کشورهای بیرونی نیازمند هستیم و الان وقتی که ما به این میپردازیم که یعنی پیشگیری بکنیم، خوشبختانه از خبرهایی که ما در دسترس دارم افغانستان تقریبا نسبت به کشورهای دیگه که زودتر و زیادتر در اون کشورها ویروس نشو کرده پیشگیری های داشته که ما هم مشاهد از او هستیم و نمی پردازم به او که رخصتی است و مدت کاری را کم ساختن و در قرنطین همگی بسر می بره. یک رای بسیار خوبشی است که ما آسیب پذیری بکنیم که ببینیم که کدام قشر آسیب پذیر است. حتی خانواده های هستند در افغانستان که نمی تانن یک ماه یعنی خرچ خود را داشته باشند، یک ماه و مصرف خانواده خود را داشته باشند. باز چی برسد به این که ما در قرنطین ماها قرار بگیریم و کسی نمیداند که وقت ختم قرنطین چی وقت است. اولین فرصت یا اولین پیشگیری است که ما بکنیم که بر خانواده ها رسیدگی شود، بر خانواده هایی که مثلا نادار هستند، فقیر هستند. اونا وقتی که ازشان بپرسی که چرا قرنطین را مد نظر نگرفتی و در بیرون هستی، میگه ما ندارم، یعنی پیسه ندارم که ما بتانم مواد خوراکی خود را تأمین بکنم. حداقل یک فقیری بود که با بسیار زبان و لحن شیرین گفت دولت اگر 15 روز قرنطین مرا بر ما بده ما یعنی راضی هستم، چی برسد به ای که به یک ماه مرا بده. یک راه پیشگیریش ای است. راه پیشگیری دیگهش که امی تمام تکتانه هایی که بعض از راه های مواصلاتی ما که وارد میشه مواد خوراکی و یا هم کالا، باید تکتانه از اینها تقرب بکنه بر صفر و یا هم تکتانش فیصدی کم داشته باشه تا سرمایه‌گذارا بتونه که به بسیار خوبی و به بسیار آسانی از کشورهای همسایه مواد خوراکی را وارد افغانستان بکنه و ما دیگر یک تحصیل کننده داشته باشیم، به قحطی مواجه نشیم تا در رشد اقتصادی ما بیشتر صدمه نزنه ما را. و راه دومشی میتونه باشه که وزارت مالی افغانستان با وزارت اقتصاد باید در تأمین از این که تکتانه ها را به تقرب به صفر بتن با هم دیگر همکاری داشته باشن و باید تکتانه ها پایین شود مقدار. درست.
سوال پایانی یه از آقای سکندری که اگر این ویروس خب در هر صورت مهار شود در دنیا، واکسین به میان بیه، راه درمان پیدا شود، چه مدت نیاز است که جهان به حالت قبل از کرونا بر بگرده؟ ما اظهارات آقای غنی را چند روز پیش داشتیم، گفت که 10 سال دست کم نیاز است که جهان به وضعیت قبل از کرونا بر بگرده. هنری کسینجر به تازگی گفته که حتی نسل‌های آینده را هم کرونا متاثر خواهد ساخت. چه مدت زمان نیاز است؟ بسیار خوب، قسمی که آقای غنی گفت اونها 10 سال گفتن، ولی با تحلیل و با پیشگیری ها، یعنی با مطالعات که صورت گرفته و با یعنی این گفته میشه که 10 سال هم بر از این ویروس کمتر گفته شده، چون کشورهای پیشرفته کمتر از 10 سال میتونن که خود را دوباره رشد اقتصادیشان بیشتر شوه و بلند بره. اما کشورهایی که فقیر هستن، مثال میزنیم افغانستان را، کشور است که در باید 3% یا بیشتر از او رشد میکرد در عواید خود که این تاثیر مستقیم بالای اقتصاد افغانستان داشت، و بعد بختانه 8.96% یعنی عواید افغانستان کم بوده. تشکر آقای سکندری. بله بله، چون فرصت تمام است با پوزش. بسیار تشکر آقای صمد سکندری، آگاه اقتصادی از سویدن. بسیار تشکر و تشکر از بیننده های برنامه. شبتان بخیر.